آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل روز سه‌شنبه 4 مهر گفت که جهان در حال وارد شدن به یک مسابقات تسلیحات هسته‌ای جدید است و در مورد گسترش سایه نابودی بر سر جهان هشدار داد. گوترش در آخرین روز نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل گفت که مسابقه تسلیحاتی جدید نگران کننده ای در راه است و تعداد سلاح‌های هسته‌ای ممکن است برای اولین بار در دهه‌های گذشته افزایش یابد. دبیر کل سازمان ملل با دیوانگی توصیف کردن مسابقات تسلیحات هسته‌ای جدید در جهان گفت که هر گونه استفاده از سلاح هسته‌ای در هر زمان و مکان و در هر زمینه‌ای فاجعه انسانی را به دنبال خواهد داشت و ما باید مسیر خود را تغییر دهیم. با گسترش و نوسازی زرادخانه‌های کشورهای مجهز به سلاح هسته‌ای، دبیر کل سازمان ملل خواستار تلاش مجدد برای کاهش و در نهایت حذف این سلاح‌ها شد. گوترش با اشاره به اینکه قدرت‌های هسته‌ای زرادخانه‌های خود را سریع‌تر، دقیق‌تر و شناسایی آنها را دشوارتر کرده‌اند، تأکید کرد که این وضعیت بر جهان یک موضوع فوری است. به افزود که ساختاری که برای توقف گسترش سلاح‌های هسته‌ای و پیشبرد خلع سلاح‌های هسته‌ای ایجاد شده فرسوده شده است. دبیر کل سازمان ملل از کشورها خواست که برای بازگشت به مسیر کاهش تسلیحات هسته‌ای متعهد شوند که هرگز از این تسلیحات تحت هیچ شرایطی استفاده نکنند. رحمت رئیسی کارشناس مسائل سیاسی از تهران با ما هستند. آقای رئیسی سلام، خوش آمدید به اخبار شیعه. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی. زنده باشید. دلیل مسابقه جدید هسته‌ای میان کشورهای مختلف رو چه چیزی ارزیابی می‌کنید؟ بفرمایید. سابقه تسلیحات هستی یکی رقابت تسلیحاتی برای برتری در جنگ جهانی میان دو ابرقدرت سابق آمریکا و شوروی، اتحاد جماهیر شوروی سابق و متحدان آنها در طول جنگ سرد بود. از اونجایی که در کنفرانس وستفالی سیستم توازن قوا به عنوان هدف اصلی جلوگیری از ظهور یک دولت برتر تعریف شده بود و از سلاح و اسلحه مشخصاً به عنوان یک اهرم بازدارنده از ورود کشورها به جنگ و تجاوز به دیگر کشورها اسم برده شده و تأکید شده بر اون، متاسفانه امروز شاهدیم که جهان در حال ورود به یک تسلیحات هسته‌ای جدید برای افزایش قدرت نظامی خودشون در برابر رقیب و تجاوزات احتمالی و حملات احتمالی دیگر کشورها هستن. یک افزایش قدرت نظامی کشور خودشون را از این طریق دنبال میکنن، اما این یک خطر جدی و گسترش سایه نابودی بر سر بشریت و جهان معاصر ماست، به گونه‌ای که میتونیم اون رو یک دیوانگی محض هم توصیف بکنیم. همونطور که روشنه و دبیر کل سازمان ملل متحد هم اون تاکید کرده، الان مشکل اصلی عدم کارایی و ناکارآمدی ساختاری است برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای و پیشبرد خلع سلاح هسته‌ای در گذشته استقرار داشته و همکنون جاری است. متاسفانه اگر اتفاقی بخواد بیفته، فاجعه عظیم انسانی به دنبال خواهد داشت و سیستم فعلی جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته‌ای و منع سلاح هسته‌ای و تولید سلاح هسته‌ای اون کارآمدی لازم رو نداره. بله، عواقب خطرناک روی آوردن کشورها به این کارزار و امکان افزایش سلاح‌های هسته‌ای چه چیزهایی میتواند باشد؟
همونطور که محققان و علوم زیست محیطی عرضم حضورتون، انرژی هسته‌ای و هوافضا سالهاست هشدار دادن و گفتن که اگر یک جنگ هسته‌ای اتفاق بیفته خب این خیلی خطرناک خواهد بود، به خصوص که اگر این جنگ، وقتی که جنگ هسته‌ای رخ میده و انفجار هسته‌ای رخ میده، میدونید که بر اثر این حمله یک انرژی بسیار وسیع آزاد میشه که در شعاع اون منطقه انفجار بسیاری رو خواهد سوزون، هر آنچه که باشه، از جمادات و از نباتات و از انسان و همه مسائل میسوزونه. و اگر این در گستره جهانی سوشال خودش باشه، کمال تأسف باید بگیم که میلیاردها نفر در فرایند بی‌غذایی خواهند بود و بر اثر بی‌غذایی تا 2 سال پیش بینی کردند که قریب به 75% زمین از بین خواهد رفت. و از اون طرف اگر بر اثر این حرکت بی‌غذایی انسان‌های زیادی از بین خواهند رفت و این منازعه بسیار سختی بود که بزرگترین عاقبت اون گرسنگی است که تمام کره زمین و همه انسان‌ها رو در بر می‌گیره، به طوری که حتی اگر از علوفه و خوراک دام بخوان استفاده بکنن، این خود مزید بر علت میشه بر نابودی بشریت در اثنای این جنگ و در ادامه این جنگ. لذا اینجاست که خطراتی که مطرح میکنن بسیار عظیمتر از اون چیزی است که باید فکرش بکنن. از جمله مسئله لایه اوزون است که همین اینک هم در معرض خطر شدید نابودی هست و با اون انفجار به شدت آسیب پذیر خواهد. بله، تشکر از جناب رحمت رئیسی که از شهر تهران با ما همراه بودند.